حدود 2 ماه است از نامه‌نگاری بین پزشک زندان، پزشک بیمارستان به دادستانی قزوین و از آنجا به دادستانی کرج می‌گذره. اما همچنان همسرم از داشتن آزادی، درمان و یا مرخصی درمان محرومه. با وجود داشتن 2 نامه پزشکی قانونی بر مبنی بر نیاز فوری ایشان برای جراحی فتح و پروستات، اما همچنان ایشان از درمان محرومه و این کوتاهی باعث شده که پروستات ایشان 63% پیشرفت داشته باشه و فتح ایشان پاره شده و 7.5 سانتیمتر روده بیرون زده و دارد دچار گره روده می شود و این درد را همسرم هر روز و ساعت داره تحمل می کنه. در آخرین نامه‌ای که دادستانی کرج برای زندان قزوین فرستاده نوشته شده، شما به خاطر عدم تأمین وثیقه در زندان هستید و دوم اینکه اگر تحت الحفظ به بیمارستانی که زیر نظر زندان است مراجعه نکنید، دیگر هر اتفاقی برای شما بیفتد از گردن ما خارج است. آقای دادستان مددی، آیا شما نمی‌دانید که منوچهر بختیاری به چی نیاز دارد؟ آیا نمی‌دانید که بعد از جراحی دوره نقاهتش را چگونه باید بگذراند؟ آن هم در سلول انفرادی؟ دومی که چرا با نامه‌نگاری دروغ می‌گویید ایشان به خاطر عدم تأمین وثیقه در زندان مانده است؟ اگر بخوایم قانونی حساب کنیم، ایشان حدود 200 میلیون تومان وثیقه نیاز دارد. ولی اگر از زبان شما بخواهیم بشنویم، بیش از 6 میلیارد تومان وثیقه نیاز دارد. خب خودتان قانون خودتان را نقض می کنید. چرا شما به ایشان مرخصی درمانی نمی دهید؟ در حالی که اصلا باید ایشان بدون قید و شرط آزاد شود. چرا که ایشان دادخواه هست نه یک جنایتکار. آخر کدام پدر به خاطر رفتن سر مزار فرزندش باید با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در زندان باشد؟ بیش از 1.5 سال ایشان ممنوع ملاقات است و فرزندم از دیدن پدرش محروم است و در این مدت از تماس آزاد هم محروم بوده، چرا که باید در کنار چند امنیتی یا مأمور زندان با همسرش تماس بگیره و اصلا گلایه هم نکنه. شما که دنیا را تهدید می کنید و از قدرت برتر خود در جهان می گویید، آن وقت از پدری دادخواه می ترسید؟ منوچهر بختیاری رو آزاد کنید، جان آن در خطر است. شما که زندگی رو بر من و فرزندم و همسرم حرام کردید، ما را از زندگی ساقط کردید، چه از جان ما میخواهید؟ منوچهر بختیاری رو آزاد کنید. ملت شریف ایران، صدای دادخواه ایران منوچهر.